با برنامه دیگری از 35 در سامانه فیلم نت با شما هست. باز توصیه میکنیم که به این سامانه مراجعه کنید و در این سامانه فیلم های خوبی که تازه وارد شده ببینید. این سامانه هر هفته کوشش داره فیلم های جدیدی ایرانی و خارجی رو وارد کنه، یعنی در سایتش بذاره، در سامانش بذاره و در شما ببینید و لذت ببرید. امیدواریم که حالا این برنامه فیلم های جدید خارجی هم در این سامانه رشد بیشتری پیدا بکنه تا شما فیلم های تازه تر خارجی و یا سریال ها رو هم ببینید. مهمان این هفته ما یک بازیگر است، یک بازیگر خوب سینمای ایران که سابقه زیاد بازیگری نداره ولی فیلم های متعدد و خوبی بازی کرده و به همین فیلم های متعدد و خوبی که بازی کرده صاحب نام شده و الان یک فیلم خوب روی پرده داره که هم مناسبت اون فیلم خوب و هم سابقه این بازیگر باعث شد که باش بشینیم و در مورد بازیگری خودش، سابقه بازیگریش و بازیگری در سینما ایران صحبت. خب آقای مهران احمدی، خیلی به برنامه ما خوش آمدید. ما طبق روال همیشگی از مهمانان عزیزی که به برنامه میان میخوایم که در واقع اگه حرفی دارن بگن و در واقع ما بعد شروع کنیم. سلام، من مهران احمدی هم، متولد 1352 تهران، کارت ملی هم 2-0 اولش و سندش هم هست در صورت و خیلی خوشحالم که تو برنامه شما شرکت میکنم. متشکرم، خیلی متشکرم. خب آقای مهران احمدی عزیز، من نمیتونم از اون نقش بسیار زیبای پایتخت سه بگذرم و از اون شروع نکنم و در واقع آس برندهی بود تو اون پایتخت و همیشه هم من اون نقش رو به تو ذهنم خیلی مونده. من میخوام از اون نقش شروع کنم بعد به نقشای دیگه به نقل بزنم به گذشته که یه مقدار گذشته. اصلا اون نقشه چی جوری در اومد؟ اون نقشه استثناء بود. شما از صمد آقای نقشه من میکنی شروع کنی؟ بسیار خمام هرچی نیست. من خیلی دوست دارم اون نقشه. یعنی این نقشه در یک مجموعه ای که در واقع گل کرده بود، البته مجموعه خیلی گل کرده بود، همه آدم ها گل کرده بودن، اون رول خیلی عجیب غریبی در اومد، یعنی استثنایی شد. اتفاقا چی جوری افتاد؟ لطف دارید، در صورت تو پایتخت دو شروع شد ماجرا و قرار شد بهبود به عنوان داماد خانواده اضافه بشه به این قصه توی 5-6 قسمت اولی سیزن دو پایتخت. و خب من طبق روال که نقش‌هایی رو به این پیشنهاد میدن و فکر میکنم که باید این نقش‌ها قبلش پیش تولید بشه، اصلا ببینم در من وجود داره این نقش یا نه، پیش تولید بشه، اینی که در خودت پیداش کنی، در خودم پیدا کنم یا اینکه برم در محیط در واقع از گنجینه ذهنیم یا اینکه اگر نبود توی محیط بگردم آدم رو پیدا بکنم. به همین مناسبت خیلی فکر کردم راجع بهش. خب این شغلش محیطبانی بود، اولین شاخصش شغلش بود و اومدیم گفتیم که خب این، به محسن گفتم این چون محیطبانه قاعدتاً خیلی باید چشمای تیزبینی داشته باشه. گفتم خب همین میتونه نقطه ضعفش هم باشه، یه چشش رو چپ کنه نظرت چیه؟ یکم نگاه کرد گفت عالیه. خب میدونی اینایی که چششون چپه ما فکر میکنیم که ضعف چشم دارن در واقع، ولی اینجوری نیست واقعا. خب بعدش دیگه مراحل بعدی، یک هفته قبل از اینکه نقش شروع بشه من لباسها رو پوشیدم و رفتم توی اون شهر شیرگاه با مازندرانی های اونجا ارتباطاتی گرفتیم، بیشتر نگاه کردم برای ایفای یک نقش جدی برای خودم در حقیقت، و
شکل گرفت دیگه، با کمک آقای تنابنده، آقای مقدم و دوستان دیگه. بر صورت رفتن وارد این خانواده شدن کار آسونی نبود، چون اینا توی سیزن یک شکل گرفته بله بودن. بله بله شکل. و بنابراین اگر میخواستیم یه آدمی رو اضافه کنیم به جمع این خانواده، اونم از جنس داماد، خیلی کار آسونی نبود. ولی نکته مهمش این بود که از آن خود کردی. یعنی ببین نکته که من دارم تاکید میکنم، تو سریالی که یک شخصیت های گل کرده بود، همتون. یک کاراکتر سریال از آن خود کرد. یعنی این نکته خیلی نکته مهمیه، با نگاهاش، با اصلا اون شکل حسی که خوابیده بود بله. و اصلا در واقع از آن خود کرد و شد آس برنده بله. در ادامه البته پایتخت سه اتفاق افتاد که اون حالت پوزیشنی که شما میگین توی پایتخت سه اتفاق بله افتاد بله بله بله. که این آدم تیر خورده بود و باید دراز کشی بود و شاید یکی از دوست داشتنی ترین نقش هایی که من تا حالا ایفا کردم بهبود پایتخت بوده، همیشه برای من واقعا دوست داشتنی بوده. حالا اینکه شما میگین از آن خود کرده بود، من فکر میکنم حاصل یک ارتباط درست در واقع بازیگری و کارگردانی، مجموع اینها اتفاق باعث میشه که مهران احمدی توی بهبود، بدون اینکه بخوام اصلا نه من اصلا توصیه میکنم به دوستان در مونتاژ دو تا از اون نگاه های بسیار زیبای ایشون رو که دائم نگاه میکردن بذارم، چون من نگاه ها رو خیلی دوست دارم. اون نگاه ها ناشی از شغلشه، چون این آدم هی باید من خروس رو برای این آدم فکر کردم. دیدین خروس را میره مرتب اینجوریه، همه دور و برش رو میبره، انگار مرغاشو میخواد محافظت کنه. چجوریه؟ خیلی نگاه خوب، اصلا نگاه عجیب بود. بله الان امیدوارم الان بچه‌ها پیدا کنن پیدا از نگاه بزنن. آره نگاه پیدا کنن، چون نگاه به نظر من نگاهی بود که پایتخت، رابطه پایتخت مجموعاً سریال خوبی بود. ما با آقای تنابنده صحبت کردیم بله. ولی این تیکه و پایتخت سه و این اتفاق به نظر من این بهبود و این شخصیت خیلی درخشان بود. پایتخت چهار نبودی مثل اینکه؟ نه خیلی دیگه. چرا نبودی؟ دلیل عمدش این بود که من قبلش با فیلم نفس صحبت کرده بودم، قراردادی منعقد نشده بود، اما خب بالاخره حرفایی زده بودیم، صحبت از در واقع قرارداد کرده بودیم، حرفامون به نتیجه رسیده بود و مثلا دو شب بعدش اینا زنگ زدن گفتن می‌خوایم پایتخت بسازیم. منم توی رودرویسی راستش رفتم دفتر و باز توی رو درویسی قراردادی بستم. اینو هیچ جا تا حالا نگفتم. اولین بار قراردادم من امضا کردم با خانم غفوری، چون ارادت دارم نسبت به آقا سیروس و حالا مجموعه پایتخت مجموع پایتخت دوست داشتم. یعنی تیمیه که واقعا تیم ورک کار میکنه، حرفه‌ای و درست کار میشینیم، تمرین میکنیم و وزرف میکنیم، هیچی فیل بداهه واقعا نیست در پایتخت. بعد شب تا صبح نخوابیدم، انقدر چیز بود سر این دوراهیه که من اونور قول دادم و دوست داشتم با خانم آبیار طبق تجربه قبلی شیار 143 باز ادامه بدم و فیلم نامه خوبی داشت نفس. برای من جزو چیزایی بود که احساس میکردم خب یک نقش جدیده برام. صبح ساعت 8:30 زنگ زدم به محسن تنابنده، چون روم نمیشد به خانم غفور، گفتم محسن من نمیخوام بیام. خب چرا؟ گفتم راستش با یه فیلم صحبت کردم. اینجوری در کمال ناباوری محسن گفت ببین تو در واقع بحث حرفه‌ایت مال خودته، من نمیتونم به تو اجبار کنم که بیاد. گفتم تو اگه بودی چی کار میکردی؟ اون گفت میرفتم سر فیلم. چطور؟ و من از این همه حرفه‌ایگری واقعا تعجب کردم. نه محسن چقدر آدم منطقی و آدم حرفه‌ایه تو این کار. خیلی هم دوستش ندارم ولی اینجا نه، اینو نمیگم که تعریف کنم ازش، واقعا محسن حرفه‌ایه به معنای کامل کلمه حرفه‌ایه. و خب گفتم پس تو خودت خانم غفوری و سیروس خان متوجه این ماجرا کن، لطف کن به من. گفت باش ولی نمی بگی من میخوام برگردم. گفتم نه مطمئن باش. که خب دیگه جور شد، من رفتم سر نفس. و البته خب اون وسط ها دوباره یه رجعتی کردن، گفتن که برگرد برای قسمت های پایانی، که جور نشد چون نفس فیلم پر لوکیشنی بود. خب منم تو همه لوکیشن ها تقریبا بودم. بله من دیدم کار پر زحمتی بود نفس. حالا راجبی صحبت میکنیم نمیشد واقعا. اصلا گریمه اون وقت جواب نمیداد، چون من سیبیل داشتم، سیبیلم مال خودم بود میدونین، بعد بهبود یه سیبیل خاص دیگه، اصلا جور نمیشد.
پایتخت 5 هستی؟ پایتخت 5 قراره ساخته بشه. میگن ساخته قراره بشه. پایتخت 5 هم نیستم. نخیر. نیستی نه. نخیر. علت چه بگم؟ علت چه بگم؟ دیگه هم نفس نیست که آدم بهانه داشته. راستش اینه که راستشو بگم نه؟ بهتر راستش بگی دیگه رو تو برنامه. خیلی زوده هنوز. این قراره که زود پخش بشه این کارشون. ولی اب نداره بزنین بگم. راستش اینه که خب آقای جیرانی هر کسی برای خودش برنامه هایی داره. بله بله. یعنی من سال هاست که دارم کار میکنم، درس این رشته رو خوندم. به قول فرمایش خودتون من با زحمت در واقع هر آنچه که هست حالا کم یا زیاد رو به دست آوردم و خب برای خودم یه نقشه راهی دارم. گاهی این نقشه های راه به یه جاهای خوبی نمیرسه، گاهی هم به جای خوبی میرسه، اما من تصور میکنم که بالاخره آدم باید یک نقشه راه داشته باشه. راستش اینه که من مهران احمدی‌ام، من کمدین نیستم. کمدین ها یک نقش رو بازی میکنن و تا آخر ادامه میدن، برعکس اون گفتار استاد بازیگری آقای شریفی نیا که گفتن بازیگری یعنی که یک نقش ثابتی رو بازی کنی. نه، اینجوری نیست. به زعم من مثلا مثال چارلی رو آوردن، گفتم اگه چارلی این کارو نمیکرد، چارلی کمدینه. بله بله بله، کمدین ها این کار رو بله میکنن. کمدین ها تیپ های خاصی بله، یک تیپی رو ارائه میدن، مثل بله. باستر کیتون، مثل هارون نورمن، مثل نورمن لوئیس، هارون لوئیس، خیلی بله. دیگه اونا دائم تو همون تیپ ارائه میدن، اصلا فیلم نامه هایی برای اونها اون نوشته، تیپ ها میشه. نوشته میشه آره. ولی من کمدین نیستم، من بازیگرم، من مهران احمدی هستم با اینقدر توانمندی بازیگری که سعی میکنم نقش های متفاوتی رو بازی کنم و اگر بهبود ادامه پیدا کنه تبدیل میشه به مثلا عین الله باقرزاده، تبدیل میشه به بوچلی مثلا، میدونید چی میگم؟ حتی صمد هم نه، صمد چون خواستگاه ویژه خودش داره، اصلا نمیخوایم به اون بپردازیم، اصلا اون آدمی که اون نقش رو بازی میکنه. اما من قراره که نقش های متعددی بازی کنم. فکر میکنم دیگه بعد از گذر از این چند سال این رو ثابت هم کردم. حالا بعضیاش قابل قبول تره، بعضیاش کمتر قابل قبوله، ولی نقش های متفاوتی رو بازی کردم و دوست دارم این روند ادامه پیدا بکنه. در این روند هم جا افتادی و بسیار تحلیل درستی کردی که به حال کمدین ها هستن که تیپ ها رو ادامه میدن. بله بله. غیر کمدین ها یه بار امکان داره نقش کمدی بازی بله، کنن. بله بله. مثل رابرت دنیرو، البته من قیاس سلطان کمدی بازی بله. کرد. بله بله بله. ولی بله. 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 من قرار نیست که در واقع بله. کمدین باشم اصلا. خیلی ادعای کمدی. من بازیگری هم که توانمندی در بعضی از نقش های کمدی هم دارم. خیلی خوبه. توانمندی آدم ها در نقش های مختلف خیلی خوبه. بله. خب آقا گفتی 52 متولد شدی؟ بله من متولد. کجای تهران؟ تهران میدان امام حسین فعلی. بله بله بله. خیابان هفته شهریور فعلی و خیابان شهید احمدی فعلی. اونجا در واقع من چندمین فرزند خانواده من دومی بودم. برادرم که به رحمت خدا رفتن در واقع 4 سال از من بزرگتر بودن و 2 تا برادر کوچکتر از خودم دارم که اونها البته در نیشابور، چون ما یک رفت و برگشت از تهران به نیشابور داشتیم به خاطر شغل پدر که فرهنگی بودن. پدر چی کاره بود؟ آموزش برای معلم بود. معلم بود. بله بله بله. ما رفتیم و دوباره برگشتیم. تو مشهدی نیستی؟ رفتی نیشابور؟ بله، مادر من نیشابوری هستم. آها. بله و اونجا چند سالی زندگی کردیم دوباره برگشتیم به خاطر نیشابور. زیاد. بله بله. من دوران نوجوانی و تقریبا بخشی از دوران جوانیمون اونجا گذروندم. مگه میشه؟ من تا دیپلم اونجا بودم دیگه. تا دیپلم اونجا. بله بله. خب تو دبستان اولین فیلم‌ها یا اولین نمایش‌ها و تئاترها یا اولین برنامه های تلویزیونی که رو تأثیر گذاشت بله. چی بود؟ یعنی با تلویزیون به هنر آشنا شدی یا با بله. تئاتر یا با سینما؟ اولین بار با یک نمایشنامه من با دنیای نمایش در واقع آشنا شدم. البته قبلش خب من سریال های تلویزیونی، اولین سریالی که یادمه و خیلی رو من تأثیر گذاشت و ادای در واقع اون شخصیت اصلی رو من همیشه توی جمع فامیل در می آوردم، سلطان شبان بود. به به. آقای مهدی هاشمی که افتخار داشتم 3 بار با ایشون
در واقع هم بازی شد. بازی؟ بله بله. من نقش سلطان رو بعضی وقتا بازی میکردم و فامیل میخندیدن. یک دایی بزرگواری داشتم که ایشون استاد دانشگاه هستن و هنوز هم هستن و من بهشون افتخار میکنم. نمایشنامه خسیس رو برای من آوردن. وقتی دیدن که من اینقدر علاقمند به کار بازیگری هستم، نمایشنامه خسیس مولیر رو دادن به من و جالبه که من 7-8 بار خوندم اون نقش هارپاگون رو، بارها مثلا بازی میکردم با خودم. بعد دیگه شروع شد توی مدرسه در واقع تماشایی رو بازی کردیم. نمایشی که برای مدرسه بود. بله، از دوران راهنمایی در واقع. و این ادامه پیدا کرد، به دبیرستان کشید کار و بعد از دبیرستان به سطح در واقع بالاتری که سالن اصلی تئاتر اون شهر بود. ما تئاترهایی رو حاضر و آماده می‌کردیم. بله، من کارگردانی می‌کردم. آقای کاهانی بازی می‌کردن مثلا. آقای کاهانی بله. مگه نیشابور بود؟ بله بله، آقای کاهانی با هم در واقع 3 نمایشنامه رو من کارگردانی کردم که ایشون بازی می‌کردن و روی صحنه با هم می‌رفتیم، همزمان که کارگردان بازی هم می‌کردن. و خب بلیط اون زمان 10 تومن می‌فروختیم. یادمه که اصلا چرا 10 تومن فروختیم، چون فیلم عروس اولین بار اومد توی نیشابور به عنوان افتتاحیه سینما سیمرغ. سینما جدید بزرگ. بله بله بله، اونو آوردن به عنوان افتتاحیه و من رفتم سینما دیدم، دیدم 10 تومن بلیطش. گفتیم خب تئاتر هم 10 تومن حالا که اینجوریه. من اون زمان نمایش‌های خاصی رو اجرا می‌کردم. خودت که نمی‌دونی نمایشنامه‌ای بله. نوشته شده رو اجرا. بله، مثلا از آقای علی مؤذنی ما نمایشی رو اجرا کردیم به نام دوستان باز هم سلام. عکساش هم هست اگه خواستیم. بله، میارم. یا مثلا از ابراهیم مکی کارهایی رو اجرا کردیم. بله بله. یا از فرانسوا دوترامون نمایشنامه‌ای به نام نامزد ویولت رو اجرا کردیم. از غلام حسین سایدی یک نمایشنامه‌ای من کارگردانی کردم که توقیف کردن و برچسبایی به من زدن اون زمان. کدوم نمایش اجرا کرد؟ آی بی کلا. آی بی کلا. بله 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 بله. یکی از معروف‌ترین نمایش. بهترینشه تقریبا. بله. حالا من نمیگم اینو. نه همه اساتید تئاتر میگن. اون زمان دیگه ما این تئاترا رو اجرا می‌کردیم و بابتش از مردم بیت. خودت آی بی کلا آی بی کلا کدوم نقش؟ فقط کارگردانی، چون اون تعدد شخصیتش زیاد بود. مرد روی بالکن به کی دادی؟ مرد روی بالکن یه آقایی بود به نام علی فرشیدفر که روی بالکن در واقع نطق میکرد. همه بچه های همون شهرستان بودن. یادم آقای جهانگیر الماسی که الان اگر منو میبینن بهشون سلام میکنم، اومدن برای افتتاحیه همون سینما و اومدن آی بی کلا آی با کلا رو چیز کرد. چیز رو دوستان باز هم سلام رو اومدن تمرین ما رو تماشا کردن و چند تا توصیه کردن. بر صورت میخوام بهتون بگم اون زمان سینما هم برات جذابیت داشت؟ بله قطعا. مثلا چه فیلمایی دیده بودی جذاب؟ من اولین باری که سینما رفتم، تنها سینما رفتم، همین فیلم عروس بود. چون تا قبلش سینمایی در شهر وجود نداشت. در تهران پدر من یک بار من و برادر بزرگترم رو سینمایی برد و الان دارم فکر میکنم که چقدر هوشمندانه این کارو کرد. برد پهلوان مفرط رو دیدیم ما. بعد فیلم قدیمی بیکیمان وردی بازی میکرد. بعدم رفتیم ساندویچ با کانادا درای خوردیم، یادش بخیر. ولی اولین باری هنوز که کانادا درای بود. بله بود. بله، ساندویچ و نونبرک رفتیم. اولین باری که خودم جرئت کردم برم سینما همین فیلم عروس بود. بعدش اومدم سیبیلامو زدم، فکر کردم شبیه آقای پور عرب شاید بشم. قبلش بازیگر مورد علاقه نداشتی؟ از اینجا شروع بود؟ بله بله، چون دیگه تقریبا هم سنت اینجاست که به سن خاصی یه جای چیز میرسه دیگه. چون تقریبا 70 69 70 70 دیگه. بله. یعنی 70 که عروس نمیشه. چند سالم بوده مثلا؟ آره، شاید 15 16 سال بوده. و سیبیلام زدم، با اون گفت سیبیلا تو برای چیز مرد که سیبیل نمیزنی؟ گفتم که این فیلم خیلی خوبه، شبیه من. خیلی دوست داشتم آقای پور. از اونجا علاقه من شدی که چیز بیاد؟ اصلا به سینما واقعا فکر نمیکردم. اصلا به بازی در تئاتر اصلا اصلا. ما توی همون سالن کوچکی که حدود 150 تا تماشاچی داشتیم سوپر استار بودیم. احساس میکردیم روی صحنه ماها رو دارن نگاه میکنن و چقدر جذاب بود برامون. اصلا به سینما این چیزا فکر نمیکردیم. بعد دیگه رفتیم اومدیم دوباره اومدی تهران دانشگاه. دانشگاه چه رشته قبول هنر و معماری بازیگری و
رتبه 29 دانشگاه به به من قبول شدم، چون مطالعاتمون زیاد بود آجیره. تو با صورت افتخار میخوندی؟ بله بله بله. کتاب بله. زیاد میخوندی؟ ما جلساتی میگذاشتیم، کتابهایی رو به هم دیگه معرفی میکردیم. ما یعنی کیا بودیم؟ همون گروهی که توی نیشابور با هم تاریم. یکیش کاهانی بود. یکیش کاهانی بود، یکیش آقای حجت حسن ناظر نیشابوری بود، یکیش آقای مرتضی گازرانی بود، یکیش اینا همه آدم‌های هنرمندی ان. آ میدونید نیشابور شما که بله بله. بالاخره استان خراسان. بله بله بله. اینا مخصوصا اون دوره ما جلسات نقد و بررسی داشتیم. نمایشنامه‌هایی رو می‌شستیم می‌خوندیم و نقد می‌کردیم، بررسی می‌کردیم، تحلیل‌های شخصیت. خیلی که جالب بود. بله. برای خودم یه تعداد نوجوانی شروع کردی به نمایشنامه خوندن، از خصیص مولیر شروع میشه، هاملت تا نمایشای ایرانی تا هر چی که فکر میکنید اون زمان در دسترس ما بود، چون خب پیدا کردن نمایشنامه ها خیلی کار آسونی هم نبود، مثل الان نیستش که شما بخرید. اون پیشکسوت های ما که توی تئاتر نیشابور اونا بالاخره تئاتر هایی رو به ما میدادن. من موقع هم که تو آی بیکلای رو کردی متن چاپ شده اش رو از قدیمی ها پیدا کردیم، همچنان اون تصاویر اعوجاج روی اون کتاب بود. حالا یه چیز جالبتر براتون بگم، قبل از این من تو کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان نیشابور با حامد بهداد بودیم. من چی جالب یعنی مثلا سال شاید 66 حامد مشهدی نیشابور، ولی نیشابور چند سالی زندگی کردم. مربیمون هم آقای قاسم اصناشری بود، حالا به خودش بگین قشن یادشه. اونجا تئاتر بازی میکردن و یه دکتری بودن که در واقع ایشون دکتر خاجوی، من همه اسمانم یادم، امیر خاجوی که هر جا هست باز بهش سلام میکنم، ایشون در واقع روی تنفس ما آقای جیرانی کار میکرد. شما شاید باورتون نشه من دیافراگم اونجا اولین بار شنیدم، اصلا سال 65-6 شاید توی کانون پرورش فکری کودکان ما رو میخوابوند و در واقع این تمرین های تنفسی رو با ما اجرا میکرد و بهمون میگفت که از کجا و تمرکز و تمرکز و تمرکز توی یک پلاتوی کوچک شاید همین اندازه ای که ما در واقع اونجا کارهایی میکرد. حالا اصلا بهش امیر حسین صدیق، حامد بهداد، اینا همه نیشابور نیشابور کانون بودن. بله بله. نیشابور اخی توی شهرهای استان خراسان یه زمانی که ما الان مشهد بودیم شهر خیلی پیشرفته‌ای بود و خیلی اون موقع البته من تا اونجا که یادمه 3-4 تا سینما داشت و فیلم خارجی خوب نمایش میداد. بله کارگردان های آره مهمی هم از همون شهر. یک بارم آقای ارجمند یه نمایش نامه رو برد اونجا، فکر میکنم نمایش نامه اسمت بود که اونجا اجرا شد. بله بله. سالن نیشابور اجرا شد. بله سالن ارشاد. آره سالن ارشاد اجرا شد. بله بله. چیز بود، نیشابور شهر خیلی چیزی بود، شهر توریستی هم بود. بله به دلیل اینکه عطار اونجاست، خیام اونجاست، کمال الملک اونجاست، شهر ادب و هنر و فرهنگ واقعا بدون اغراق. حالا نذاشتن یه کمی گنده بشه اشکال نداره، ولی مثلا یه فیلم هم آقای اسکویی اونجا ساخت. بله آقای مرحوم اسکویی که تئاتر بود توی نیشابور ساخت. بله اومدی دانشکده هنر معماری و بله دانشکده هنر معماری اونجا با چه فضای آشنا شدی دانشکده؟ دوباره دیدم حامد بهداد اونجا هم کلاس منه. چه خوب. اولین چیز کانون عراق قبول شده بود. دانشگاه بازیگری در عراق. اصلا کانی با بازیگری شروع کرد در واقع. حالا کار نداری. من یادم امتحان عملی آقای انتظامی از ما امتحان عملی گرفتن، آقای رکن‌الدین خسروی، شما فکر کنید حالا این چهار تا بله، نشستن بله. و آقای سمندریان، آقای دژاکام هم بودن. امیر دژاکام. بله بله استاد گرانقدر. و حالا من بچه‌ای که حالا تازه مثلا باید جلوی اینا تست بازیگری بدم. چی قرار اجرا کنی؟ یادم نیست واقعا چی اجرا کردم، ولی سوالایی از من کردن. مثلا اولین سوالشون بود که نمایشنامه چی خوندی؟ همه هم سرا پایین بود اصلا. خب نگاهت نمیگرد. نه اصلا خوب بود که نگاهشون پایین بود، چون کافی بود که آقای انتظامی با آدم نگاه کنه دیگه، اینجوری خوشگش میزد آدم. بر صورت ایشون سوال کردن که مثلا نمایشنامه تا من چند تا نمایشنامه رو مثلا اسم ایبسن رو مثلا وقتی آوردم، آقای سمندریان سرشون رو خدا بیامرزد شون سرشون رو آورد بالا که یکی ایبسن خونده مثلا، یکی چه میدونم غلام حسین صاعدی میشناسه، یکی
چه نمایش هایی کار کردی؟ گفتم اینا ها بود. کار نداریم. بر صورت ما قبول شدیم و رفتیم. اونجا هم کلاس حامد بهداد هم بود. حامد بهداد. یکی هم کلاس مرد. زیاد آدم هایی که الان آدم های مهم و آقای شهرام حقیقت دوست هم کلاس بودیم. آقای کیوان مقدم هم کلاس بودیم. آقای کیهان ملکی و بودن الان باز مثلا فکر کنم خیلی ها. حسین خضویی که الان دستیار کارگردان مهمیه توی سینما. خانم پرستو گلستانی چند تا وارده. بالاخره بودن خانم پردیس افکاری که دیگه رفتن ایشون بودن. بله بودن تعداد زیاد. خب اینجا تو دستت هم خوب بودن دانش کرده؟ زد و پدر فوت کرد سال اول. سال اول بله. سکته کرد پدر؟ بله بله بله. و ما دیگه افتادیم به اینکه هم باید کار کنیم چون هزینه دانشگاه رو باید در واقع متقبل می شدم و هم درس بخونم. عموما نمره های من از 17 پایین نبود. بازیگری و کارگردانی حالا شما میپرسین من میگم اسنادش هم موجوده از 19 تا 20 در واقع. آقای سمندریان که هیچ وقت 20 نمیدادن، همش میگفتن 20 مال خداست، 19 مال منه، از 19 به پایین مال شما هست. ولی خب به من نمره های خوبی میدادن. کارکنی مجبورش که کارکنی رفتی کار شروع خیلی کرد. کارهای زیادی کردم دیگه. بیشتر میشون مثلا گارسونیه در واقع رستوران میکردم. بعد کار میکردم، بعد خرج در میومد. بله بله. و همزمان دانشگاه درس میخوندم. چنانچه خانواده من هم خیلی خبر نداشتن که من دارم در واقع کار میکنم، چون اونها تمام تلاششون رو میکردن که تو بله. و غم از دست دادن یک پدر دوست داشتنی به اندازه کافی برای مادرم زجرآور بود که حالا من بیام بگم حالا من دارم کار میکنم. ولی داشتی مخفیانه خودت کار میکردی که در واقع ترمامو یه جوری واحدامو یه جوری برمیداشتم که توی تایم مشخصی بتونم کار کنم و خرجمو در بیارم. برای اینکه فاصله همینجا تو همین دانشگاه است که وصل میشی به سریال یا به اجرای کاری در تلویزیون یا نه؟ بله بله. اون زمان یکی از دوستان گفت بیا بریم یه سریالی قراره ساخته بشه. بهش گفتم من دارم تئاتر کار میکنم. من سریال تئاتر هم کار میکردم همون زمان های حرفه‌ای. بله بله بله. اولین تئاتری که تو تهران من کار کردم با آقای علیرضا نادری نویسنده‌ش ایشون بودن و آقای علی یازلو نوشته بودن. در دانشگاه تهران ما کار کردیم. آقای مهدی سلطانی بازی میکردن. تالار مولوی کار کردیم؟ نخیر، بر جشنواره فجر ما کار کردیم که 9 تا جایزه گرفت اون سال. خودتم جایزه گرفتی؟ نخیر. آقای علی استیوان بودن، خانم همیرا ریاضی بودن، آقای مهدی سلطانی بودن و بنده و فریبا دلیری که الان استاد دانشگاه هستن. ما اون رو کار کردیم. بعد محاکمه ژاندارک رو کار کردیم. آقای داریوش مختاری کارگردان بودن. فرشته سراوندی خانمشون نقش ژاندارک رو بازی می‌کرد. مهران قفوریان بازی می‌کرد، کیهان ملکی بازی می‌کرد. من بودم، آیدا کیخایی بود. اینا همه با هم دیگه در واقع اون رو کجایی؟ اون رو داشت کنه؟ اون مولوی اجرا کرد. تلال مولوی. بله. بعد دوباره این قصه را ایرانیان نوشتن، نویسنده و کارگردانش. نقشات مهم بود؟ نقشای مهم. نقشای مهم بازی می کرد. اختیار دادیم. من اصلا نقش غیر مهم بازی می کنم. این قصه را ایرانیان نوشتن، کار آقای علیرضا نادری بود دوباره. خوبه با علیرضا نادری شروع کردی؟ بله بله بله. با چون ما یه سبقه ای داشتیم، می اومدیم باهاشون وصل می شدیم، می فهمیدن که نه خیر این طرف این کار است. نقشای مهم، نقشای خوبی بود. اون دوست اومد گفت یه سریال هست. گفتم که من دارم تئاتر کار میکنم. من اصلا علاقه ای به تلویزیون و سریال بازیگر، یه ارقای تئاتری اینجوری داشتیم از همون زمان. گفت خب منو همراهی کن پس بریم تا یه دفتری، من تنها نمیخوام. گفتیم بریم. رفتیم، اون آقایی که بودن کارگردان بودن، آقای رشیدی، منو دید گفت شما هم بازی میکنی؟ گفتم نه خیر من همراه دوستم. اون دوستم البته گفت نه خیر ایشون بسیار بازیگر خوبیه، حالا لطف داشت به من و توی دانشکده یکی از بهتریناست. منو مجبور کردن که تستی بدم و بعدش هم زنگ زدن گفتن شما نقش اول این سریال رو قراره بازی کنید. بله چه خوب. من اون زمان داشتم همچنان گارسونی میکردم. جدال با سرنوشت. و بعد به من 150,000 تومان پول دادن بابت اون سریال. دیدم که پول دو ترم دانشگاه و گفتم باشه میام.
و بازی کردم و یکی دو تای دیگه بعد از اون کار. بعد به یک جایی رسیدم که دیدم دیگه نیازی به این پولا ندارم و احساس میکردم که این نقشها نقشهای من نیست، این کارها کارهایی نیست که مورد پسند من باشه. آره جدال با صحنه بشی یادم نمیاد آقای رشیدی، یادم میاد گرفت آقای رشیدی. بله ظهر بر آقای رشیدی دستیار آقای مرجویی بودن. آره یعنی هامون رو ایشون دستیار بودن. نه آقای رشیدی میشناسم. بله یعنی یک سبقه خوبی اومده. بله آقای رشیدی میشناسم، بله. مثلا باشون دوستم بودم. بله 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 ولی بله. یه جایی من دیدم خب یه کمکی خدا رسون به ما بر صورت دور چرخ گردون گردید و من احساس کردم که میتونم با یک پولی زندگیمو بچرخونم و این کارها رو بازی نکنم. بعد دیگه تئاتر رو ادامه میدادم. تئاتر ادامه همچنان تئاتر ادامه داشت. و اولین فیلم بله بعد دوست من آقای کاهانی که در واقع اون سبقه رو ما با هم دیگه داشتیم، فیلم اولشو آدم رو اومد گفت میخوام بسازم. من تنها فیلمی از کاهانی که ندیدم آدم خب و من دستیاری میکردم اون زمان، گفتم دیگه بازی نمی کنم. دستیاری کردی یعنی قبلا دستیاری کرده بودی؟ نه خیر، این از اون زمانی که تصمیم گرفتم بازی نکنم رفتی 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 بله گفتم خب دستیاری میکنم حداقل و فیلم های کوتاه میسازم. رفتم شروع کردم فیلم های کوتاهی، اون چیزایی که فرا گرفته بودم حالا، و دستیاری بعد تئاتر همش با هم انجام میشه. کاهانی گفت چندم دستیاری، ما حالا چند سالی از هم دور افتادیم و قرار شد که من دستیار کاهانی بایستم برای فیلم آدم. ما با هم رفتیم لوکیشن هایی در سبزوار دیدیم و نقش اصلی اون فیلم یک مردی بود به نام ابی، در واقع بجز آدم که حالا بود یه نقش مردم بود و قرار شد که من اون نقش رو بازی بکنم و گفت یه کمی فقط اشکال داری تو. گفتم چیه؟ گفت صورتت دهاتی نیست، یعنی اون پوستی که باید توی آفتاب سوخته باشه در تو وجود نداره، من گیریمور اونچنانی ندارم، میخوام خود جنس رو بجز خانم کرامتی و خانم عرفایی. گفتم خب حالا تو یه هفته به من وقت بده ببینیم این پوست دهاتی میشه، آفتاب خورده میشه یا نه. من زودتر رفتم دوباره تو اون شهر و یه موتوری داشتم، با این موتور دائم توی این بیابونا میرفتم میومدم، سرم با تیغ زدم، شلواری خریدم از تاناکورا، لباس تنم کردم و شکل اون مردم روستا شدم. بعد از یه هفته ده روز که اومدن همه تعجب کردن که بعد دهاتی شده. بله گفت خودش فلان دیگه شکل گرفت. و این اولین حضور در سینما؟ بله در سینما. فیلم البته به موقع نمایش داده نشد. نه خیر، نه در سینما اکران شد، فقط یک دیویدی تو جشنواره البته پذیرفته شد به عنوان فیلم اول آقای کاهانی و بعد در واقع دیویدی خانگیش اومد که اکرانش نمیدونم چرا نمایش داده نشد. یکم مسئله داشت بر صورت فیلم، یعنی یکم مسئله ایدئولوژ داشت بیشتر. یعنی چون ما یک فرشته ای داشتیم در فیلم، فرشته ای عزرائیل رو ما نشون میدادیم که خانم کرامتی بازی میکرد. آدم بعدش هم نمیاد عزرائیل خانم کرامتی باشه برسه. و خب این یک کمی باعث میشد که دوستان عقب نشینی کنن برای اکران فیلم. آره بله، چون بعدن هم خیلی دیرم تو شبکه ویدیویی اومد، یعنی بله بعد از آره. یکی دو سال اومد اینا. از اینجا دیگه تو شروع شد و بله. همکاریت با کاهانی شروع شد. بله همکاری من با کاهانی که سالها قبل شکل گرفته بود دیگه رفتیم تو فیلمای کاهانی، دیگه رفتیم با هم دیگه شروع کردیم و خب فیلم های از جمله 20 بعد دیدم بعد هیچ که عالیه، از پیوان نجیبی بله. بعد آنجا قبل از اینها، بعد از پیمان نجیبی است، بعد بی خود و بی جهت دیگه من گفتم وایستم تولید دیگه بس بازی برای کار. چرا؟ باید بگم ها همه رو باید ببینید آقای جیرانی عزیز، اینا چیزاییه که من الان اولین باره که دارم میگم. اصلا آخه من شنیدم که گفتن مثلا کاهانی احمدی رو معرفی کرد، در صورت که من سالها پیش با مقوله تئاتر و بازیگری در واقع روی صحنه اومدن میدونید شروع کرده بودم. بله با کاهانی و ایشون دو سه تا از طرحایی که آقای کاهانی فیلم ساخت از روش طرحایی بود که من به ایشون دادم. مثل؟ اسنادش هم هست، خواستین فوتوکپیاشو میاریم. مثل هیچ
که خوب هم هست، مثل از پیوان نجیبی است. هر دو خاطره مشترکیه که من گفتم این فیلم تو این باید بسازی و طراحی کردیم با هم دیگه. و بعد مثل بیخود و بیجهت، بیخود و بیجهت زندگی شخصی منه که تبدیل شد به فیلم رضا کاهانی و هیچ جا هم اسم نبردیم. چرا؟ الان عرض میکنم. این ریشه همونیه که اولین چراتونه، به دلیل اینکه ما من فکر میکنم سینما یا هنر نمایشی، تئاتر یا سینما فرقی نمیکنه، یک کار گروهیه. من آورده هایی رو میارم، شما آورده هایی میارین، ایشون آورده هایی، همه با هم یه جمع میکنیم و تبدیل میشه به یک اثر، یک اثر هنری. سینما و هنرهای نمایشی نقاشی نیست که یک آدمی یک بوم و یک در واقع بومرنگی داشته باشه و شروع کنه به نقاشی کردن و تا اثر مال خودش باشه. سینما کار گروهیه، یعنی از اون آدمی که چایی میاره مهمه، تا اون آدمی که رأس گروهه و کارگردانه، تا اون آدمی که بازی میکنه. من عقیدم بر اینه. برای همین هم خیلی مهم نبود که این طرح مال منه و من اووردم. من روزی به کاهانی زنگ زدم، گفتم من آدمی رو میشناسم که کلیه اضافه میکنه. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی آدمی میشه این خوبه برای ساخت. گفت اگه این واقعیت داشته باشه و علم پزشکی تاییدش کنه من این فیلم رو میسازم. خوب شد. من آدم اومد. اصلا مهم نبود که من بیام اینا رو بگم و بعد اون بنویسه با مثلا بر اساس تر. اصلا این چیزا فکر نمی کردیم. چرا؟ بخاطر اینکه خارجی ها یک ایده کوچولو میدن تو تیتراژشون می نویسن. خب ایده است. ما در ایران هستیم و رفاقت و معرفت و اون حالی که با هم دیگه داریم میکنیم از همه چیز برای اون مهمتره. خب متاسفانه ما اینو قاطی کرده بودیم. بعد من یک جایی فهمیدم که نه، اصلا روش اون با روشی که من فکر میکردم تفاوت داره. یعنی یک جایی اون آدم فکر میکنه همه کارها رو او داره انجام میده و ما یک عده آدمی هستیم که خب ممکنه جا عوض بشه، ما بریم یکی دیگه جایی ما بیاد. اصلا مهم نیست، مثل انبردستی که ممکنه الان یه انبردست دیگه بدین من این پیچ رو صف کنم، حالا این انبردست الان خب بیا جامو دستی رو صف میکنیم. اینجوری نیست. یک عده آدم همدل، هم فکر، هم اندیشه، هم میدونی هما زیاد باید باشه تا اتفاق در واقع اتفاق خوبی بشه. من اینجوری فکر میکنم در بله حرفه سینما و نمایش اصلا. ولی از یک جایی دیدم که نه، اصلا این آدم در واقع فکر میکنه که او رأس همه اموره. سندش هم این که تمام آدم هایی که ما با هم شروع کردیم و آدم رو در واقع ساختیم، آدم ساختیم، از مسعود سلامی، از مهران احمدی، از چه میدونم حسین محکام، بعدها مثلا آقای پرویز پرستویی که باز هر جا هستن انشالله سلامت باشن، که 20 رو ایشون نجات داد. فیلم 20 اگر آقای پرستویی نبودن اصلا ساخته نمیشد. شوخی بود. سرمایه گذاری داشتیم که فراری شد و آقای پرستویی، آقای سلیمان علی محمد رو آورد که سرمایه گذار فیلم شد و بعد هیچ رو با هم ساختن و بعد از پیوان علی، یعنی سه تا فیلم درجه یک کاهانی رو در واقع آورد. از ریشه دست پرستویی داره. بله ریشه در ایشون داره. کم کم این آدم ها رفتن، از آقای نوید فرحمرزی همه رفتن. مگه میشه؟ آخریش هم خب من بودم، مهران احمدی هم رفت، میدونید. و ما گروه بعد آقای جیرانی شما منو نمیشناسین، سبقه منو ندارین. او که سبقه منو داره، که او که برای خود من سه تا نمایش بازی کرده، میدونه من از کجا اومدم و من چه آورده هایی براش دارم. از یک فیلمی به بعد من فکر کردم که خب اصلا روش دیگه روشی نیست. مثال بزنم اشکال نداره. عجیب نه خوبه. آره مثلا یهو سر از پیوان نجیبی داد میزد سر من. گفتم چرا داد زدی؟ آرام. گفت من سر تو داد میزنم بقیه حساب کار خودشون بکنن. یعنی چی؟ این چه روشیه؟ دیگه من قبول ندارم این روش رو. اینکه نقشه بکشیم ما رفیقیم و در حال از رفاقت و از این رفاقت من بازیگرم تو کارگردانی داریم ما هم کار میکنیم.
من ولی دینمو به رضا کاهانی همیشه یا ایام، من همچنان رفیق رضا هم، هرچند که با هم فاصله هایی داریم الان. و الان بحث کاریه در واقع. توی بی خود و بی جهت نقشی برای من داستان رو اومدم تعریف کردم، زندگی شخصی من بود. رضا عطاران فیلم اگر دیده باشین، بی خود و بی جهت رو، من دیدم. رضا عطاران فیلم منم و اومدم داستان تعریف کردم. یه شب ایشون نشست نوشت و بعد 15 روز بعد فیلم نامه شده بود. بعدم به شوخی اومدم دیگه میدونستم، گفتم که نمی‌نویسی بر اساس طرحی از مهران عمدی؟ گفت این اونه. گفتم نه این نیست. خیلی خوب تمام. و گفتم که خب تو این تو این تو این تو این تو خب بازی و فلان. گفتم که باش. بعد دیدیم یه نقش دیگه ای نوشته برام. گفتم من بازی نمی‌کنم. چرا؟ گفتم بازی نمی‌کنم، این نقش برای من تکراریه، این نقش نیستش. گفت خب پس چه جوری فیلم چیکار کنیم؟ گفتم من وامیستم تولید. و خب با یک مبلغ نه ولش کنیم، من واستادم مدیر تولید این آدم و فیلم رو ساختیم. فیلم رو ساختیم و من یک ریال دستمزد نگرفتم. سر آخر یه 3 میلیون تومانی گذاشت تو پاکت، داد به ما و گفتیم که خیلی خوب پس خداحافظ. چون تهیه کننده دیگه شده بود اگر فکر ببین من چه جرأت داخل آدم مثلا حرف میزنه بعد وایسته دیگه، سندش هم باید موجود باشه. مثلا 3 میلیون تومان برای یک تولید. بعد هیچی دیگه، آقای کاهانی حوث فرانسه و دیدیم که بونجوک موسیو احسانیشون داره میره. گفتیم خب خداحافظ. و من گریه کردم اون شبی که رضا کاهانی رفت. احمد مهرانفر شاهده، چون ما سر پایتخت بودیم، چون تا یک تاریخی رو ما پشت سر گذاشته بودیم، یک ارتباط و رابطه عاطفی. بحث ما سینما نیست آیه، بحث رفاقت جیرانی. من برام توی این دنیا از سینما چیزهای مهمتری هم وجود داره. اولین رتبه سینما نیست، چهارمین پنجمین رتبه است برای من، درجه اهمیت. خانواده است، ها، شرف معرفت دوستی، بعدش حالا سینما. ولی انگار که سینما برای بعضی ها درجه اولویت اولاتری نسبت به چیزهای دیگه هستش، نمیدونم. بعد رفت و برگشت و یه روز من خب من اونجایی بود که دیگه تصمیم گرفته بودم واقعا کار نکنم، نشون به اونشون که بی خود و به جهت رو بازی نکردم، واسدم تولید. فقط هم ادای دین به همون رفاقته، از لوکیشن تا هر آنچه که در فیلم میبینید به جز بازیگر. بازیگر رو چون درست فیلم بردار، صدا بردار، با نمیدونم هر چی که تو فیلم شما کارگردانید و تولید میشناسید. و رفتیم جلو، رفتن فرانسه، برگشتن، خب یه فیلمی مثل این که اونجا ساختن هیچ وقت هم صداش در نیومد. یه فیلم دیگه هم باز ساختن، باز اونم هیچ وقت صداش در نیومد. نمیدونم چه جوریه، پولایی رو میگیره، فیلمای میسازه، بعد میذاره تو کشوش. اون به خودش رفت داره، به ما رفت نداره. بعد اومد زنگ زد، من میدونستم ایشون اومده. یک هفته بعد به من زنگ زد که بیا دفتر، کارت دارم. چرا به من زنگ نمیزنی؟ گفتم که روزنامه ها اعلام نکردن تو اومدی. به هر صورت تو اومدی، تو زنگ بزن. حالا بیا دفتر. رفتم دفتر، شروع کرد به تخته‌ای کردن من و شروع کرد به اینکه چقدر تو بد شدی، چقدر بد بازی میکنی، پایتخت چیه تو رفتی بازی کردی، این شکیب آوای باران رو من میبینم اصلا حالا بد میشه، چقدر تو بد بازیگری شدی تو این یک سالی که من نبودم. گفتم مراقبت نکردی خب ازم رضا جان، رفتی اومدی دیگه بالاخره. بعد اون پولایی که دادی بهم خرج کنم برای زندگیم تموم شد، مجبور شدم برم تو این سریالای بد بازی کنم با نقشای بد و اینا. ببخش دیگه، منو ببخش رضا جان، خداحافظ، خداحافظ و خداحافظ و تمام. اما شما دیگه بازیگر شده بودی دیگه، یعنی دیگه شما رو به عنوان یک بازیگر حرفه‌ای در این سینما شناختن. هر بازیگر حرفه‌ای یک بخشی مدیون بازی کارگردانه، یک بخشی هم مدیون خودشه که استعدادی داشته که کارگردان ازش استفاده کنه. بله همینجوریه، این نکته مهمیه در ولی بابت تمام اون سالهایی که من رفاقت با رضا کاهانی داشتم مدیونشم، اینو به ذرس قاطع دارم میگم دیگه.
چون الان بحث تعارف نیست واقعا، و همچنان به عنوان یک رفیق من دوستش دارم، هرچند که حاضر نیستم در سینما دیگه کاری با رضا کاهانی بکنم، ولی به عنوان یک رفیق. حتی یه بار زنگ زدم با اینکه ناراحت بود، زنگ زدم گفتم رضا من دوستت دارم، میدونی که دوستت دارم؟ گفت که نه دیگه، به نظرم گفت مخلصت هم هستم تا ابد، و همین الان اگر مشکلی داشته باشه که خدا نکنه هیچ وقت مشکل، باز من فکر کنم مهمترین دوستشم که بتونم بهش کمک کنم. میدم بعد از فیلمای کاهانی، تو فیلمایی که دیگه که بازی کرده که ماشاءالله تعدادشون هم الان کم نیست، کدوم فیلمو بیشتر دوست، نقشتو بیشتر دوست داری؟ چند تا نقش هست که من خیلی دوستشون دارم و اتفاقا بعد برای اونها اقبال بیشتری سراغ من اومد توی زن، مثل روز روشن مثلا. بله بله، من کاندید شدم برای بله ملام شما. بله بله، مثل در واقع همین شیار 143 به نظرم بله، یکی از نقشایی بود که خیلی دوست داشتم. بغض رضا دور میشه، بله اون نقش کوتاه خیلی خوبی بود، کوتاهی بود ولی نقش متفاوتی بود. بله برای بنده دیگه اگر فکر کنم، حتی همین غفور نفس که توی در واقع الان نفس خیلی فیلم خوبیه و خیلی فیلم پر از ریزکاری، کارگردانی همه چیزش خوبه. من توی فستیوال هم توی کمیته انتخاب هم بودم، خیلی این فیلم رو دوست داشتم و فیلم منظر من درسته که حالا داستان زیادی نداره، بیشتر رمانه و یک تقدیر به فیلم شده. تیپ فیزیک تو، یعنی این گریمو، پیشنهاد گریمو بود که اون مو و این چیزا گذاشته بود، حاصل تعامل در واقع کارگردان گریمو و بنده، البته بیشتر کارگردان و آقای گریمو، چون اینا عکس هایی رو از اون سال ها آوردن نشونه هم دادن، مخصوصا اینکه خانم آبیار یه عکسی از پدرشون آوردن. اگه اول فیلم رو دقت کنین، ایشون تقدیم میکنن به پدر فیلم رو، میگن برای پدرم اول فیلم. چون من نسخه اون نسخه قبلی دیدم، من نسخه جدید نمیدونم. شاید غفور تداعی کننده پدر ایشون هست و بر اساس همین عکسی رو آوردن که موهای بلندی داشتند و سیبیل اینجوری، و اون زمان انگار رسم بود. بله من بله، پدرم هست سیبیل و مو رسم بود، حتی ایشه تا اینجا هم رسم بود، فروش یغمایی و یاد بله. این در واقع تیپ های اینجوری می افتادن، آدم هایی که احساس میکردن خب یکمی میخوان آلامتر باشن در واقع، و این بر اساس این شکل گرفت. برای این نقش غیر از پدرش الگوی دیگه ای داشتین از اون فضاها؟ بله بله، همین میگم، عکس هایی رو آقای میرکیانی در واقع می آوردن که اون آدم ها و اون اشخاصی که تو اون زمان بودن، مخصوصا این که این کفش بلا کار میکرد، و میدونید کفش بلا یک کارخونه ای بود که اینا رو تو تحقیق البته من به دست آوردم، محصول مشترک ایران و ایتالیا بود گویا، و آدم هایی که توی کفش بلا کار میکردن بسیار آدم های خوشتیپی بودن، یعنی کت شلوار، حتی کارگراشون خیلی در صورت عکس هایی رو از اون دوره می آوردن و بر اساس اون مستندات شکل می گرفت در واقع این گریم. نقشه در اومده، یعنی یک پدر خانواده برحال با در کنار بازی بسیار خوب اون دختر بچه بل. اون دختر بچه هم خیلی خوب بود. بله بله بله، ساره اون چیزی انتخاب شد اون در واقع خانم آبیار، حالا بارها توضیح دادن این 2000 تا مثل اینکه بچه دیدن، یعنی تو مدارس مختلف خود گویا 500-600 تا بچه اومدن اونجا و تست گرفتن، و ساره رو از بین این همه در واقع آدم بچه انتخاب کرده بودن. با ساره خوب بود؟ من با همه بچه ها، من چون اصولا با بچه ها رابطه خوبی دارم، دوست دارم بچه ها رو. خودت ازدواج کردی؟ من یه بچه دارم، من خانمم در واقع، ما 15 ساله که ازدواج کردیم و حاصلش یک دختریه به نام باران بحبه. که الان 10-12 سالشه. خدا حفظش. بله، و غفور در واقع یک پدریه که یک کمی شیرین انگار میزنه. بله بله، بلاحت خوبی داره. بله در اومده بلاحت. بله بله، یعنی همه قرارایی که ما داشتیم بلاحت در اومده، و اینکه بشینه برای بچه‌هاش قصه تعریف کنه، انگار شهرزاد قصه‌های بچه‌هاش، شبو میشینه جوراباش در میاره شروع میکنه کجای قصه بودیم، قصه های سریالی تعریف میکنه، اینقدر با این بچه ها رفیقه که اونا به خودشون جرئت میدن اینو بترسونن تو یک لحظه ای از فیلم، یادتون باشه بله. قول میشن میپرن پایین، یا مثلا ته اخمش اینه آها مثلا اینجوری میگه، یک عاشقانه ای بین این و بچه هاش به خصوص این دختر بچه اتفاق میفته در فیلم، در فیلمنامه اول که من این رو خیلی دوست داشتم،
و الحمدلله این فیلمنامه ساخته شد؟ بله، حتی خب بیشترش باز بود که در واقع انگام تدوین چیز کردن و این عاشقانه توی فیلم هم انگار اتفاق افتاده، یعنی بدون اینکه در واقع خیلی قربون صدقه همدیگه برن، خیلی مثلا ماچ و بوسه ای رد و بدل بشه بین فرزند و پدر. فیلم بدون اغراقی است که لحظات بدون اغراقی داره از زندگی واقعی همینطوره در گذشته و در تاریخ و بدون اغراق و بدون تبلیغ و بدون در واقع میشه گفت که در واقع یک جور درست از انقلاب و جنگ میگذره و خیلی خوب میگذره. بله بله، این همین ویژگی هایی که میگه. البته مثل این فیلم، فیلم هایی ساخته شده در بله بله در نه ما به حال از فیلم هایی که رمان گونه باشن همینطور که یک تاریخی رو برن به تاریخی با اون تاریخ رو با یک زندگی آدم های عادی شروع کنه و با آدم های عادی تموم کنه خیلی کم داشتیم. بله. بله البته مثلا مثل باد بادک باز خالص حسینی یا مثل خارجی ها میگی؟ آره نه بله، نه بله. در خارج از کشور در بله. ایران نه، این اولین بار بله. یا مثلا مالنا بله بله تو خارج داریم بله. تو ایران منظورمه در ایران. تو ایران اولین فیلمیه که ما یه خانواده داریم در طول گذر زمان و زمان رو هم حس میکنیم همینطور و خانواده رو هم دنبال بله. میکنیم و بزرگترین ویژگیش که شما میفرمایید که این فیلم در واقع خیلی بی‌غرض و بدون قلوب و در واقع اگزاجره بدون جهتگیری داره به فیلم روایت میشه، علتش نگاه خود دختر بچه است، چون فیلم از نگاه بله، دختر بله. در واقع داره و یکی از زیباترین کارا نگاه دختر بچه است که داره شما خیلی خوب نه مرد خانواده رو در بله. بعد شما یعنی مرد خانواده رو خیلی خوب در بود لطف داره شما، این که میره جبهه برمیگرده دیگه از اون حاجی و سیدای معمول فیلم های دفاع مقدسی دیگه خبری نیست، این یه بچیه حالا توی حالا فیلم واقع... نداره اصلا، فیلم تو اون جنس هم نیست. نه اصلا شخصیت خودم شخصیت خودم آره. میاد باز با بچه‌هاش همون جوری گرمه، نمیدونم تو میخوای چیکاره بشی تو اینا، همش ناشی میشه از اینکه نگاه اون دختر بچه توی فیلم حاکمه. خانم آبیار کار رابطه خوبی داشتید سر کارگردانی با هم دیگه، سر کار و اینا دیگه. خب ما شیار رو با هم دیگه شیار با هم با شیار با هم آشنا شدیم، بسیار سخت بود شیار دیگه، دو دفعه نزدیک بود تو شیار جونمون رو از دست بدیم، خطرناکه تو اون معدن مس، یعنی یک بارش مثلا از این قالبای بزرگ بود که اینا آب داشت کفش، آب نمیدونم آب چی میریختن، یه ماده‌ای میریختن و این مواد مذاب میومد توی این که شمش تبدیل به شمشای مکعب مستطیل بزرگ بشه و اینا در مقابل آب خیلی سریع واکنش نشون میدن. ما نزدیک بودیم با خانم زارعی در واقع نزدیک اونجا وایساده بودیم، نگو اصلا نباید اینجا کسی وایسته چون هر لحظه در واقع انتظار انفجار میرم، یه دفعه یکی از اینا ترکید، یعنی مواد مذاب ریخت توی این قالبه و منفجر شد و مثل این جوشکاری دیدین میریزه این مواد از روی سر ما و آقای جرن یه دونش به ما نخورد، یعنی اگه یه دونش میخورد ما تموم بود کارمون. اون آره سولفور مس بود، نمیدونم یه چیزای توضیح دادم، یه بارم که مخزن ترکید و... ولی کار بسیار سخت بود بسیار، ولی خب نتیجه بسیار قبول استاندارد اون که فیلم خیلی بله به حال موفقه. البته من خودم نفس رو بیشتر دوست دارم، نفس کارگردانی خیلی بهتری از شیار 143 داره بله بله، و در واقع چون داستان مثل شیار 143 ملودرام تاثیرگذارتریه بله، بعضی شاید اون رو در واقع بیشتر دوست داشته، ولی کارگردانی نفس خیلی کارگر اون موقع توی چیف کمیته انتخاب بحث شد که کارگردانی این فیلم خیلی کارگردانی، میدونی که بهتر کارگردانی فیلم در واقع فستیوال فیلم تالین رو هم ایشون گرفت چند روز پیش، چند تو فستیوال فجر هم باید کارگردانی کاندید ولی دیگه نشد، آخه از همونجا شروع شد و همینجوری دامنش توی اکران فیلم هم دامن ما رو گرفته، یعنی ببینید حالا من خودم به عنوان یک بازیگر فقط ما یه حقوق مادی داریم که توسط تهیه کننده بهمون داده میشه، اما بعدش یه حقوق معنوی داریم که دوست داریم فیلممون دیده بشه. بالاخره الان 16 تا سینما از اول تا حالا به این فیلم دادن در کل و این فیلم تا حالا با 16 تا سینما در شاید 22 روز 25 روز یه تومن فروخته، یعنی کم فروشی نکرده فیلم
نخفروخته. بله، با 16 تا سینما در سراسر ایران. ما دیشب در واقع اصفهان بودیم و دانشکده علوم پزشکی در واقع اکران فیلم داشت. نمیدونیم چه هیجانی داشتیم، چقدر تماشاچیای زیادی که واقعا مورد لطفشون قرار گرفت و فکر میکنم دارن کم انصافی میکنن به ما. دوست داریم فیلممون جاهای مختلفی اکران بشه. نه من اتفاقا با آقای میرکریمی صحبت میکردم، آقای میرکریمی از نفس خیلی خوشش اومده بود و در واقع تو همین جشنواره بین الملل هم صحبتشون هم بودن. بله. نفس جایزه بهترین بازیگر خانم پانتا پنایا جشنواره بین الملل گرفت. بله. و در حالی که ما فکر میکردیم در اون جشنواره دیگه بگیره، در این جشنواره گرفتن. دیگه میگم شاید کم لطفی ها کمی الان دامنگیرم شده. حالا خانم آبیار تو برنامه هفتم رفتن یه چیزایی رو گفتن، یه واقعیت هایی گفتن و من فکر میکنم که اینجوری در واقع نگاه خودی بی خودی و مغرضانه به سینما کردن این فیلم هایی که اندیشمنده، بالاخره یه چیزی پشتش هست. نه ببین، من بعضی وقتا معتقدم که سلیقه ها هستن، به هر حال داورا یک سلیقه دارن، امکان داره. من اصلا بحثم داور جشنواره نیست، الان بحث اکران دارم. آره میفهمم، ولی امکان داره من و شما داور باشیم یه جور نگاه کنیم. بله. یه جور نگاه کنیم. بله. اما یه جاهایی به نظر من فیلم ها فراتر از سلیقه ها. همینطور. بحثم اینه که در واقع دیگه سلیقه ها نیستن، چون یه چیزهای خوبن که دیگه همه سلیقه ها باید از اون چیزهای خوب حمایت کنن دیگه. بعضی وقتا سلیقه هست، امکان داره شما از یک کاری مثلا دوست داشته باشید، من اون کار دوست نداشته باشم، سلیقه من شما فرق. همینطوره. ولی یه جایی مثلا بدیهی دیگه سلیقه نیست دیگه. بله. اینجاست که من میگم که دیگه داستان کمی از سلیقه فرق. من شنیدم که حتی مثلا حوزه هنری قرارداد داره با فیلم نفس که اکران کنه فیلم رو در واقع و دادی به سالن بمبئی. حالا اونم یه فیلمیه داره فروش خودشو میکنه، الحمدلله مثل اینکه خوبم داره. ولی این فیلم هایی که مثل نفس بالاخره صاحب اندیشن، یه چیزی پس ذهن کار جواب داده بود آقای یزدان علیش بله. یزدان در اکران ساعت 10 صبح، من رفتم پرسیدم، گویا در اکران ساعت 10 صبح در فلان شهرستان مثلا 10 تا تماشاچی داشته. خب این که ملاک نیست، پس این 1 میلیارد فروش با 16 تا سینما از کجا اومده؟ الان سانس‌های پرتی رو دارن به این فیلم میدن. میدونین من فقط از موزه بازیگر، یعنی میگم خب من این فیلمو، این همه زحمت، شما میدونید فیلم نفس کم زحمت، اصلا فیلم پر زحمتیه. بله. فیلم کارگردانی شده و پر زحمتیه. دوست دارم دیده بشه فیلم. آره خیلی فیلم پر زحمت. بله صورت. بعد از الان تو امسال جشنواره چی ازت میبینیم مهران؟ من یه کاری با آقای منوچهر هادی کار کردم به نام کارگران، به یه کارگر ساده نیازمندیم، یک آبادانی رو بازی کردم که آدم بله نقش متفاوتی با لحی آبادانی هم کار کردیم. بله چون خانم من خوزستانیه، ما شبهایی رو میشستیم کسی با لحی آبادانی. بله دیالوگ های رو بایشون آبادانی ها لافو هستن. لافو بله خودشون هم قبول دارم و دوست دارم. آره خودشون هم میگم که اول آره. و یک آبادانی فلافل فروش بازی کردم. حالا بیشتر تازه نمیم همین یکی داری امسال؟ من بله امسال دوچار یک وسواس شدیدی شدم که هی کار نکردم آقای جیرانی. یعنی سناریوهای مختلف خوندی به کار؟ بله سناریوهای مختلفی رو به من دادن از اول سال تا حالا. من هی کار نکردم یه کاری رو با آقای معتمدی، استاد دکتر معتمدی در واقع به عنوان بازیگردان در فیلمشون حضور داشتم. اسم فیلم آقای معتمدی چی؟ والا فعلا از بوفه کور شروع شده به نبض آرام چوب، تپش تند فلز فعلا خط شده، دنبال اسم بهتری بودن. بله آقای معتمدی شما در آلزایمر خیلی با هم خوب کار کردید و آلزایمر بله با هم مصاحبه کردید. بله آلزایمر یکی از فیلم‌های خیلی خوبه. گفتین کدوم نقشاتو دوست دارید؟ یکی از همون فیلم‌ها و نقش آلزایمر. قطعا آلزایمر بهترین، یکی از فیلم خوبه آقای معتمدی. آقای معتمدی من از
زمان خیلی خیلی قدیم میشناسم که سناریست بود و در واقع بعد قرار بود کارگردانی کنه. همینطوره. بله 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 بله. بعد این فیلمی که جدید ساختن و من اونجا به عنوان بازیگردان، البته لطف ایشون، وگرنه من خیلی به این اعتقاد ندارم، بازیگردان متوجهش نیستم زیاد، ولی خانم اندیشه فولادمن، آقای کمیلی، آقای مهرانفر، آقای برقنورد بازی میکنن و در خدمتشون بودیم. آقای نمیدی، الان در وضعیت فعلی اگر تو بخوای به عنوان یک بازیگری که حالا یک سابقه ای داره و یک حضوری داشته، حضور موثری هم داشته، اوضاع بازیگری رو ارزیابی کنی، ارزیابی چیه؟ اوضاع بازیگری در سینمایی، در سینما منظورم. متوجه هستم آقای جیرانی. من فکر میکنم راحت بگیم دیگه، نه؟ بله، اصلا قرار اینجا برنامه راحت هست. بله، من فکر میکنم که شاید راه و روشی رو که بعضی از دوستان برای در واقع ایفای نقش ها در حال حاضر دارن میرن، به زعم من خیلی درست نیست. یعنی اینکه تو خودت رو بازی کنی فرق میکنه تا تو یک نقشی رو بازی کنی. میدونی چی میگم؟ همه هم معتقدن که ما متفاوت داریم نقش هامون رو بازی میکنیم، اما راستش وقتی نگم کنم اینم خیلی تفاوتی وجود نداره. میدونی، من یک مثال بزنم. اگر ما این لیوان رو، میشه اون لیوانتون رو بدیم؟ بفرمایید. این لیوان، ببخشید، اگر این لیوان رو مهران احمدی فرض کنیم و این لیوان رو نقش فرض کنیم، در حقیقت اونها میان نقش رو میریزن توی خودشون، در صورت که بازیگری درست برعکسه، تو خودت رو باید بریزی تو قالب نقش. اشتباه میگم؟ بسیار نظر جالبیه. خب بعد اینکه تو ابراز احساسات شخصی تو بیاری به جای نقش جلوی دوربین ایفا کنی، به نظر من اسمش بازیگری نیست. بازیگری یعنی ایفای، بازیگر یعنی من نمیگم، این نظریه من نیست، نظریه آدم‌های مهم بازیگری مثل سر لارنس اولیویه یا استانیسلافسکیه. بازیگر کسی است که توانایی ایفای چند نقش متفاوت، قابل باور و قانع کننده رو برای مخاطب داشته باشه. این تفاوته اون وقت از خنده و گریه شروع میشه تا راه رفتن اون کاراکتر. اینجوری نیستش که من مثلا نقشی رو که در از پیوان نجیبیست بازی کردم همونجوری راه بره که مثلا توی هیچ بازی کردم، یا اون آدمی که توی هیچ بازی کردم رو همونجوری مثلا بخنده که توی بغض مثلا آقای درمیشیان من بازی کردم. من فکر میکنم تفاوتهایی باید وجود داشته باشه. آره، ولی این تفاوتها رو نبود کارگردان از بازیگر بخواد. یعنی منی که با تو دارم کار میکنم، که باید کارگردان باید فکر کنم که مهران احمدی در بغض بازی کرده این تیپو، حالا من تیپ دیگری ازش تیپ باز با شخصیت خیلی نه فهم. شخصیتی که من دارم باید فرق کنه با چیپ که کاملا مشخصه. بله، چیپ یه آدمیه که ما انتظار حرکت بعدی رو ازش داریم. ما میدونیم که الان این آدمه، حرکت بعدیش چیه. چیپ فراز و نشیب نداره، شخصیت فراز و نشیب داره. بله، یعنی بالا پایین داره. معلومه که کارگردان باید بخواد، اما باز مواجه میشیم با کارگردان هایی که میگن عزیزم خودت باش، راحت باش. یعنی چی خودت باش؟ نمیفهمم. خودت باش که من یعنی چی؟ یعنی من دزدم؟ یعنی من راننده کامیونم؟ یعنی من دکترم؟ من مهران احمدیم. خودت باش یعنی چی؟ این یه کمی هم با یه اوپن مایندی قاطی شده. صورت‌های بت، آرام، بدون هیچ حس خاصی و مورد اقبالم قرار گرفته انگار. من اینجور بازیگری رو نمیفهمم. البته بازیگری جدید در واقع دوران جدید بازیگری، خب از استانیسلافسکی و در واقع اون فرق کرده. بله، از اون دوران جدا شده. خب به واسطه همونا ما داریم میگیم. آره، یعنی آقای رابرت دنیرو، من اصلا قیاس الان میخوام ببندم، قیاس بین الملل، چون اونا در واقع الگوهان دیگه، درست میگم؟
مثلا اون چیزی که توی تنگه وحشت بازی میکنه چه ربطی داره به اون چیزی که در تاکسی درایور بازی میکنه، یا چه ربطی داره به اون چیزی که در هیت بازی میکنه، یا چه ربطی داره به اون چیزی که در نیویورک بازی میکنه، یا آقای داستین هافمن اون چیزی که در توتسی بازی میکنه چه ربطی به کرایمر علیه کرایمر داره، چه ربطی داره به پاپیون، چه ربطی داره؟ تو اونا رو داری مثال میزنی؟ خب من دارم در الگوهای بازیگری رو مثال میزنم. خب حالا در مورد خودم بگم، شما اگر نیست آقای جیرانی، من به عنوان استاد شما رو قبول دارم، نه شما رو، خیلی های دیگه هستن که اساتید بازیگری هستن و صداشون در نمیاد. شما میگین حوزه بازیگری، من یه جایی صدام در میاد. حالا از شما میپرسم در مورد خودم، شما در مورد قولها گفتین حرف نزنیم، در مورد این مورچه هایی مثل من حرف بزنین لطفا. نقشی که من در هیچ بازی کردم چه ربطی داره به نقشی که در از پیوانی نجیبیس بازی کرده؟ نه دیگه، ببین شما علت اتفاقی که برای شما افتاده تا توانایی شما بوده که نقش‌های مختلفی یک بخشش توانمندیه آقای چهره، یک بخشش زحمته. من اینو نگفتم که بگم من توانمندی دارم، نه خیر، من اینو گفتم که بگم باید بری دنبال نقش، باید بری پیداش کنی. مثل اون حرفی که شما اول جلسه از من پرسیدین، گفتین بهبود چه جوری شکل گرفت، من گفتم رفتم پیداش کردم. زحمت داره. من برای همین نقشی که زحمت داره، ولی آدم اگه توانمند نباشه باز به نقش نمیرسه. معلومه که باید یک توانمندی ذاتی، یک توانمندی، یک درون بازیگری آدم میخواد. بله. و درون و خیلی چیزهای دیگه زحمت و درون زحمت. و یه چیز دیگه هم اضافه کنیم، بنا بر این استراتژی همه مردم دنیا بازیگرن، چنانچه کارگردان‌های مادرشون هم بازیگر کردن. بنابر این استراتژی همه میتوانن بازی کنن. من اینو قبول ندارم. میگیم که نقاش، مثلا نقاش یه بومی رو نقاشی کنه روش، بعد تا آخر عمر همون رو نقاشی، بعضی جاها یه رنگایی رو مثلا عوض کنه، این اسمش میشه نقاش؟ نه، من اینو قبول ندارم. حالا سیریال داستان آقای احمدی، شما البته تحلیلی که داریم میدی تحلیل درستی هست، ولی دوران جدید بازیگری دوران بازی نکردن است. یعنی در واقع دورانی است که میگن بازی نکن، صورتت ساده تر بشه، دورانی که اصلا نگاه کن، دورانی که یه خورده در واقع، خب این از اروپا هم میاد، از بازیگری جدید میاد، از فیلمسازان نسل تازه تر میاد و یه جوری این شکلی هم هست دیگه. حالا امریکا رو مثال نزن، امریکا داستانش جداست، ما یه مدار تحت تاثیر اروپایی هم هستیم دیگه در واقع. خب آخر بعد مثال های اونجوری بزنیم. آره امریکا در واقع، خب امریکا به حال یک سینمای استاندارد، این هیچ منافاتی نداره با اینکه من بازی نکنم. معلومه که من نمایشگری نباید بکنم در حقیقت. اونجایی نمایشگری نمی کنم که قابل باور باشم برای شما. ببخشید شما الان به عنوان فریدون جیرانی، من اگه بخوام شما رو بازی کنم، بالاخره ویژگی‌هایی در شما وجود داره. بله. چه توی میمیک، آره. چه توی رفتار، چه توی گفتار. خب من این ویژگی‌ها رو باید بیارم جلوی دوربین قابل باور بازی کنم دیگه. حالا اینکه من بگم باور بازی خیلی مهمه به شما. در واقع حالا نمی‌تون خودت هستی اینجا، نباید بگیم و پشت سر باید بگیم که تونستی رول‌های رو باورپذیر در بیاری. حالا اون فیلم‌هایی رو که مثال زدی، منم میشه به دورمیشا میگفتم این نقش بین کوچیکی که من تو سناریو خوندم نقش خیلی خوب در اومده توی بغض و چه انتخاب خوبی. این یکی از مهمترین نکات بازیگری. من با آقای حبیب رضایی هم صحبت میکردم که ایشون هم در واقع تخصص دارن. خب یکی نقش بود خوب نوشته بشه، یکی درست انتخاب بشی آدم برای اون نقش بشه. یعنی همیشه هم گفتن که این نقش خوب، همیشه هم من یادم یه جمله هست که من کاستنر هست که میگه که فیلمنامه خوب به انتخاب کستینگ مناسب راه رسیدن به نیمه راه فیلم خوبه. حتما همینطوری. آره، یعنی درسته. راه نیمه راه فیلم کست فیلم وقتی خوبه. انتخاب میشه. آره، یعنی اگه کست اشتباهی انتخاب بشه، یعنی جای اشتباه قرار بگیره، 5 قدم عقب. 5 قدم عقب. اگه جای درست قرار بگیره، 5 قدم جلو. همینطوری. یعنی در واقع اینا و نقش هم اگه درست نوشته بشه. همینطوری. نقش اگه درست نوشته نشه. همه این چیزا شما اگه استعداد زیاد داشته باشین، نقشه فایده نداره. بله بله. یعنی نقشه در نمیاد، نقشه باید در بیاد. همینطوری. آره اینا نکته. البته که باز باید بگیم که ما بازیگرهای بسیار خوبی داریم که
نمیشه ازشون گذشت. کی بازی کدوم بازیگر رو تو ایران بیشتر دوست داری؟ جوان بگم جوان بله. هم جوان بگم هم جوان بگم. حتما آقای پرستویی و آقای هاشمی جزو این کاتگوری هستن، حتما آقای شهاب حسینی جزو این دسته هستن. من البته دارم میگم من میپسندم، دوستشون دارم. نه، اینا که میگی بازیگر خیلی خوبی. آره بله، خیلی دیگه هم هستن، یعنی فقط معطوف به مثلا این سه نفر واقعا نمیشه. از این جوانایی که آمدن مثل نوید محمدزاده، بسیار بازیگر خوبیه نوید، بسیار بازیگر خوبیه، بسیار بازیگر خاصگاه تئاتر بلده کارشو، ماشاءالله به این بازیگر. حامد خب بازیگر خوبیه، من میدونم حامد چقدر هیچ کس اندازه ماها که با هم بودیم نمیدونه حامد چقدر توانمندی داره و درجه یک حامد، من واقعا دوستش دارم. خود نوید واقعا بسیار بازیگر خوبیه دیگه. شما لطف کنید به من یادآوری کنید. پور عرب پور عرب بله مثلا آقای پور عرب یادمه که فیلم عروس بعد فیلم نرگس رو بازی کردن. خب تو تفاوت ها رو اونجا میدیدی واقعا. رادان دوست داشتی؟ فرق میکنه آقای جیرانی، منو نندازین توی مخمسه. مقوله سوپر استار با بازیگر باز دو تا مقوله جداست، اینا با هم فرق میکنه. همونجوری که ما در مورد کمدی وقتی حرف زدیم گفتیم یک شخصیت ثابت براش فیلمنامه هایی نوشته میشه و او ادامه میده تا پایان. الان ما استار داریم؟ الان شاید نداشته باشیم، ولی یک زمانی آقای بهرام رادان سوپر استار بودن دیگه ها. بابتش یعنی مردم میرن بلیت میخرن که بشینن این زیباروی بالاخره تیپیک آره و بازیگر بالاخره توانمندی هایی دارن ایشون دیگه. اون یعنی میخوای بگی فرق بازیگر با استار اینه که استار، تو بین استار و بازیگر چه فرقی رو میخوای الان عرض میکنم؟ استارها بیشتر قابلیت های فیزیکالشون باعث میشه که در سینما رشد و نمو پیدا بکنن. من یک مثال خارجی بزنم، حالا شما میگین آمریکاییه، ولی خب مثلا رابرت دنیرو که آمریکایی نیستش، که اون تو سینمای هالیوود. آقای استالونه، سیلوستر استالونه، ما هیچ وقت در طبقه بندی اونا جا نمیگیریم، ولی خب با یه سطح پایین. آقای استالونه یادمه که مثلا 70-80 میلیون دلار دستمزد میگرفت، خیلی بود. از این ور آقای دنیرو مثلا 10 میلیون دلار، ولی اون سیلوستر بود، این مستر دنیرو بود. خب آره، سیلوستر از فیلمای تجاری شروع کرد، بعدم البته راکی شما خیلی دوست دارم حتما. اما اونها شیوه فیزیکالی که سیلوستر با خودش، آرنولد شوایزینگر، یا مثلا اونا البته از لحاظ بدنی فیزیکال مثلا فیلم‌های رزمی و اینا بیشتر، ولی خب مثلا هنرپیشه‌های بسیار خوبی مثلا ممکنه سوپر استارهایی تبدیل به بازیگر بشن و بعد بازیگرهایی تبدیل به سوپر استارهایی بشن. باز اینم بگیم، یعنی ولی اتفاقا سیلوستر استالونه مثال زدی، یه فیلم آخرش که نقش مربی بوکسه در واقع اسم فیلم الان از ذهنم پریده، خیلی خوب بازی کرده، کانده اسکار هم بود. میگم بالاخره اینا، ولی ورودشون اینا به عرصه بازیگری بیشتر به خاطر فیزیکشونه. آره. حالا این فیزیک ممکنه زیبایی این آدم ها باشه یا قدرت بدنی و در واقع اون چیزی که از اونا درخواست میشه. بیشتر توی ایران بیشتر شبیه سوپرستارهای هندوستانه در واقع، میدونید، یعنی بیشتر حالت چشم و ابرو و هندوستان به هم نزدیکن آخه. بله بله بله، هندوستان و ترکیه و مصر و اینا به هم نزدیک بله. بودن، یعنی شاروخ خان، امیر خان، اینا سینمای هند در واقع بیشتر اون فیزیک و اون چهره زیبایی که داشتن و اون، و البته خب استعداد بازیگری. وقتی میگی این شاروخ خان به دوره ما نمیخوره. آمیتاباشان آمیتاباشان البته خب اون بازیگر بود. آره آمیتاباشان به دوره اون بازیگر بود، واقعا راش کاپور بازیگر بود. بله، اما اینها میان وارد عرصه بازیگری میشن و اتفاقا نقش هایی رو که بازی میکنن چون مردم دوست دارن، مثلا آقای بهرام رادان رو اتفاقا همونجوری که هست ببینن، میدونید، یک جوان عاشق پیشه دوست داشتنی که حالا دختره رو هم عاشق خودش کرده، یا از میدونید چی میگم، اصلا نقش هایی برای بهرام رادان شاید نوشته میشه و این نه تنها در ایران، در تمام دنیا مرسومه.
و کم کم بهرام رادان تبدیل میشه یه آدمی که در واقع یا معارضا گلزار. خب این مقوله بازیگریش یکم متفاوته با منی که مثلا این دماغمه مثلا این خوشتیپ خوبه دماغ تام خوشتیپی یا مثلا من مثلا موام اینجوریه. خب ببینید خیلی تا بعد بهرام رادان میاد اتفاقا تو دنیای ما یک مقدار یه طرفش راکوتسن داشتیم در واقع که خب صورت خیلی زیبایی داشت بله. خب یه طرفش هم بازیگرای مثل جیمز گاگنی اینا داشتیم بله 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 صورت های دیگه داشت بله 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 اینا به حال تمام بازیگرای مطرح و مهم دنیا اتفاقا خیلی چهره های زیبایی ندارن، یعنی از آل پاچینو تا داستین قیافه های معمولی دارن اما دلنشین و آنست و به قول معروف درجه یک. نظر داری به چند تا بازیگر زن میخوام بپرسم؟ پانتا بهرام. میدونید که اولین کار تلویزیونی که باز من کردم جدال با سرنوشت نیست، الان که گفتین یادم اومد. من تله‌تئاترهایی رو بازی کردم در شبکه دو که پانتا بهرام اولین بار با هم دیگه در واقع نامزد بودیم به نام خسیس دهکده روگافورد. خانم مهتاج نجومی کارگردان تلویزیونیمون بودن، آقای حامدی خواهم کارگردانمون بودن. یه فیلم با هم کار کردیم، روز روشن، دو سه تا هیچ روز روشن فکر کنم همین دوتا بود. پانتا بسیار بازیگر درجه یک از اون دسته ایه که من خیلی بهش ارادت دارم. تو جدیدا باران کوثری جزو سه تا چهارتای اول بازیگریه به نظرم توی بازیگرهای خانم. هدیه تهرانی اونم جزو همون دسته سوپر استار هایی بودن که بازیگری هم بلدن و قابل احترام. مهتاب کرامتی باشه. مهتاب کرامتی نازنین خانومی که به نظرم تلاش زیادی برای به دست آوردن نقش های جدید میکنه و گاه‌های خیلی زیادی هم موفق میشه اتفاقا به نظر من. مثلا نمونهش فیلم بیست بود، بسیار خوبه. بله نمونهش فیلم آلزایمر بود. بله دوتا با هم بله بله کاملا متفاوت بود. برای من قابل احترام به جهت اینکه تلاش میکنه برای رسیدن به نقش‌های متفاوت و میگم در میاد بعضی وقتا خیلی وقت آخه قرارم نیست همه نقشات خوب باشه. خود من مگه چند تا نقش خوب دارم؟ پانتا پناهی ها دوتا هم نیست. پانتا پناهی ها خیلی قابل احترام و دوست داشتنی و درجه یک. تئاتر مؤثر در بازی خوب؟ اصلا شک نکنید تئاتر نفس به نفس تماشاچی. تو مگه جرأت اشتباه کردن داری؟ چون کسانی که تئاتر به نظر تو موفق ترن؟ نه لزومن، چون گاهن تئاتر باعث میشه که اونها مرز باری که بین تصویر و تئاتر رو نتونن تشخیص بدن تفلیا، نه به این معنا که اونها بازیگر نیستند. همون جوری هم ممکنه بازیگرهایی از تئاتر بیان روی توی در واقع قاب دوربین قرار بگیرن و اقبال خود. آخه میدونید دوربین یک خصوصیت ویژه‌ای داره، شما که کارگردانی بهتر از من این چیزها رو میدونید. انگار دوربین چهره هم باید باش دوست باشه. بله درست میگم آقای جیرانی. آنه از آفرین اون آنه است. این روی صحنه زیاد دیده نمیشه چون فاصله وجود داره. ولی دوربین که میاد پیدا کنه در بله. ولی قطعاً بازیگرهایی که از تئاتر وارد تصویر و دوربین و سینما و تلویزیون میشن قطعاً دارای ویژگی های درجه یکی هستن. نمونه های فراوان از گذشته تا نوید محمدزاده که الان من افتخار میکنم که یه همچی بازیگری رو در سینمای ایران ما داریم و حالا راه داره تا بهترین ها باشه. واقعا مهران اهل سیاست هم هستی؟ اصلا ابدا. اصلا به سیاست فکر نمی‌کنی؟ اصلا دوست ندارم سیاست. دوست ندارم. نه خیر. که رمان می‌خونی؟ بله زیاد. آخرین رمانی که خوندی؟ آخرین رمانی که خوندم غریبه‌ای در شهر اثر غلام حسین سعیدی. ها اون عافیتگاه سابق نه امام قلی زمان مشروطیته که در واقع یه غریبه ای وارد شهر تبریز میشه و در واقع فکر میکنن امام قلی رو که میدونی فامیل ستارخان بوده و چیز میکنه روسا و تازه در اومده کتاب هست چاپای جدیدش هم من گرفتم. میدونم آثار سعیدی که چیز دارم بیشتر دارم چیز میکنم. فیلم چی دیدی؟ فیلم خارجی؟ فیلم خارجی نگاه نمی کنم. خب
آخرین فیلم ایرانی که دیدی دوست داشتی؟ آخرین فیلم ایرانی که دیدم فروشند. دوست داشتی؟ بسیار. شهابم دوست داشتی؟ بازی شهاب. شهاب که خوبه، ولی به نظرم مثلا توی جدایی بهتر بود. اینجا معمولی تره. همون معمولیش هم خوبه. خیلی خوبه ها. ولی در قیاس من دارم میگم. ولی فیلم رو دوست داشتم. شهابم خوب بود. چون فیلم چرا بی‌انصافی دارم میکنم؟ شهابم خوب بود. بعد حرف فیلم رو خیلی دوست داشتم. تجاوز. تجاوز به معنی اینه که تو به تفکر من وارد بشی، به حریم من، به همه چیز من وارد بشی. حرف فیلم خیلی حرف خوبیه. اتفاقا به نظرم فیلم فروشنده حرفش از اون دو تای دیگه فیلم‌هایی که آقای فرهاد از فیلم‌های قبلی که مهمتر شد اون دو تا حرف مهمتریه. شانس اسکار داره به نظر؟ نه به نظرم آره، اینا بالاخره یه مختصاتی دارن. با جشنواره جهانی موافقی که فیلم ها میرن جایزه میگیرن؟ دوست داری فیلمایی که رفتن تو کشور خارج جایزه گرفتن؟ ما 10 روز پیش گرفتیم یک شو دیگه، جشنواره تالین، شب‌های سیاه تالین، نفس بهترین کارگردانی خانم آبیا گرفت. من 70% فیلم هایی که کار کردم جشنواره خارجی بوده، ولی یک بار تا حالا نرفته بودم. خیلی هم البته علاقه من نه. خانم آبیا گفتن، آقای قاسمی گفت میری؟ گفتم بریم. من چون فوبیای هواپیما دارم آقای جلو، مثل من میرم دو بار نزدیک بود سقوط کنم. جدی؟ به خدا. بعد رفتیم تا تالین 6 ساعته، من 40 ساعت نخوابیدم، یعنی از این قرصای خیلی قوی خوابم خوردم ولی باز نخوابیدم. آخه نمیشه قرص خوابم نخوابیدم تو هواپیما نمیتونی بخوابی. بیچاره شدم. رسیدیم اونجا، خوب بود دیگه، جشنواره بود دیگه. بعد 5 روز احساس میگم که برگردیم دیگه. غذاشون خوب نبود آقا. کاهو و چه میدونم ماهی سالمون سرد و شکممون یخ زد. با آقای اطبایی گفتیم اینا چی آخه اینا میخورن؟ رفتیم مکدونالد بخوریم، دیدین انقدر اونم. آقای احمدی خیلی خیلی ممنونم، لطف کردید در برنامه ما شرکت کردید. من برای شما که بازیگر خوبی هستید آرزوی بسیار موفقیتی بیشتر دارم که همچنان در فیلم های خوب بازی کنید و همچنان بدرخشید. خیلی مخلصم. قربون شما. خیلی ممنون.